در تاجیکستان بعضی نمودهای مصالح ساختمانی بدون شناسنامه فروختن منع کرده شده است. طبق اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، تدبیرات مذکور گویا به مقصد پیشگیری حمله های تروریستی در کشور به نقشه گرفته شده است. چطوری که رادیوی آزادی تکیه به ساکنی محلی نرزالله خالقوف خبر می دهد، این حال روی خطی مساله های ساختمانی تشکیل کرده شده است که بدون شناسنامه فروختن منع می باشد. اگر به خریدار میخ، مساله آهنی یا اینکه کربید کلسیا لازم شود، نشان دادن شناسنامه اش را طلب می نماییم. همه معلومات درباره خریدار، اینچنین رقم تلفن موبیلی اش را به دفتر مخصوص نوشته می گیریم، می گوید نرزالله خالقوف. در دفتر مهر شعبه وزارت کارهای داخلی محلی قید شده است. بعضن کارمندان ملیسه محلی در بازار مصالح ساختمانی رید ها گذرانیده حتما دفتر قید ها را از نظر می گذرانند. ما را سخت تاکید کردند که اگر قانون شکنی نماییم، چاره جزا نسبت ما دیده می شود. گاه ها به انسان ها رحم میکنی. بعضی ساکنان از ناحیه های دورودست کشور برای خریداری میخ به بازار می آیند، ولی شناسنامه با خود ندارند. البته رحمت می آید، اما دیگر علاجی نیست. همین طور با دست خالی بر می گردند، می گوید فروشنده مصالح ساختمانی. با وجود این، کارمندان وزارت کارهای داخلی بر اساس کدام قانون چاره‌بینی های زیرین را می گذرانند، شرح داده نتوانستند. اینچنین، چرا باید فروشندگان به معلومات شخصی شهروندان کشور امکانیت داشته باشند؟ مشاهدان قید میکنند که قرار مذکور برای ایجاد محیط ترس در کشور تشکیل کرده شده است که برحمان برای خاموش کردن وضع مخالفین و سفید کنی مبارزه علیه همه ظهورات اسلام کرده می شود. این سال دادن ایمیفا به 8 سال حیاتی ویر محروم میکنند.